سلام به دوستان خوبم. تو این برنامه امروز میخوایم که آموزش یه خمیر رو بهتون بدم که یه غذای خیلی فوق‌العاده خوشمزه است. این خمیر رو من معمولا برای پیتزا و نون فروری با این طریق استفاده میکنم. میخوام باش نون فروری درست کنیم، پیتزا درست کنیم در واقع، و یا برای این خمیر مورد نظر برای این غذایی که امروز در نظر دارم. من برای این خمیر به یک لیوان شیر گرم احتیاج دارم که من اون رو گرم کردم. به یک عدد تخم مرغ احتیاج دارم، اون رو میشکنم داخل این موادم. به نمک احتیاج دارم یه مقداری، به بیکن پودر احتیاج دارم. من یه پیمانه کوچیک، تقریبا با این پیمانه کوچیک بیکن پودر، یه بیکن پودر پر سرخ داخل اون به این صورت فورانی و آرد رو کاملا هم میزنم به این صورت، و به یک مقدار خیلی کم روغن مایع احتیاج داریم. روغن مایع هم داخل اون می‌ریزم، یک چهارم پیمانه با این پیمانه به این صورت. من اون رو کاملا هم می‌زنم، من رو یه خمیر خیلی فوق‌العاده خوب در میاریم. بعد من به این مخمر احتیاج دارم دوستان. از این مخمر معمولا استفاده میکنم برای درست کردن نون بربری و یا چیزهای دیگه. امروز من اون رو همیشه به این صورت اون رو میریزم داخل یک قالب پیمانه با یه مقدار آب گرم، با نصف پیمانه کاپ، وان کاپ پیمانه من آب گرم ریختم داخلش، همونطور که میبینید گذاشتم کنار، دربه اون رو گذاشتم، نصف قاشق چای خوری هم به اون شکر اضافه کردم. این الان آماده است، من این رو میتونم به موادم آروم آروم اضافه کنم به این صورت. اگر موادمون چیز بود میتونیم دوباره یه مقدار دیگه بهش آرد اضافه کنیم. من توی این مرحله دوستان خوبم، همینطور که تو تصویر میبینید من این رو کاملا همش میزنم به این صورت، ورزش میدم، یه خمیر اینجوری به دست میاد. بعد این خمیر رو برمیدارم خمیر رو کاملا ورزش دارم به مدت یک روبی، اون رو به این صورت قرارش میدم همینجا روی میز کارم، در به این رو میذارم به این صورت که این گرم بمونه یه نیم ساعت یک ساعتی تا بقیه مواد رو درست کنیم. اوکی، تا بقیه مواد رو درست کنیم. گل کلم رو به این صورت خورد کردم داخل مواد اضافه. من سیب زمینی و پیاز رو هم به همین صورت در غذاساز پروسس، اون رو پروسس کردم و به موادم اضافه. گوجه فرنگی رو هم همینطور در غذاساز میکس کردم و اون رو داخل موادم میریزم به این صورت. همینطور که توی تصویر میبینین فلفل دلمه‌ای سبز رو با سبزی و جعفری و پیازچه‌ای که داشتم رو توی غذاساز خورد کردم و اون رو همه رو به موادم اضافه میکنم به این صورت. همطور که تو تصویر میبینید فلفل سیاه رو من داخل موادم میریزم به این صورت. از فلفل سیاه استفاده میکنم، یه مقدار کمون که زیره، پودر زیره میشه، بهش اضافه میکنم. به نمک احتیاج دارم، نمک رو اضافه میکنم، هم که کاملا این پودر زیرمون، کمونمون کاملا داخل
این مواد کافی باشه. من به یک قاشق رب گوجه فرنگی احتیاج دارم تو این غذا. از رب گوجه فرنگی یک قاشق استفاده میکنم به این صورت و سعی میکنم کاملا کل مواد رو به هم مخلوط کنم به این صورت کامل. این نیاز داره که اون رو با دست ورزش بدیم، برای همین من از دستکش استفاده کردم که توی این شرایط اون رو کاملا ورزش بدم. به این صورت مواد رو کاملا مخلوط کردیم. من اون رو کاملا ورزش میدم کل مواد رو. یه قاشق من چشمی به اویال احتیاج دارم، روغن زیتون، اون رو کاملا میکسش میکنم به این صورت. خمیرها رو به این صورت همونطور که توی تصویر میبینی من آماده کردم به این صورت. حالا از یکی از این خمیرها استفاده میکنم به این صورت، اون رو میخوابونم. خمیرها رو به این صورت میخوابونیم داخل روی میز کار و به این صورت اون رو باز میکنیم، ورقه‌ای میکنیم. خمیرها به این صورت آماده است. من اون رو داخل سینی ریختم. مواد مورد نظر رو میخوابونیم روش به این صورت. به این صورت من گوشت و مواد رو داخل روی این نونه ها خوابوندم، روی خمیر مایه خوابوندم به این صورت که میبینی. اون رو الان با درجه 400 درجه فارنهایت اون رو میذارم داخل فر که اینا بپزن به این صورت. به مرحله آخر رسیدیم. همطور که میبینی این در آون حسابی پخته شده. به بچه نونی بچه نون رو بخورید به این صورت، خیلی نرم و لطیف و خوشمزه و همین صورت که میبینید آماده راحت برای سرو شدن. جای همگی خالی. به بچه چیز خوشمزه. چی بهش میگن؟ این لحم، حجم لحم، سمتین اینجوری همچین نیمی داره. به این صورت من اینا رو درست کردم. به این صورت توی ظرف قرار میدم، میذارم توی پلاستیک یا توی ظرف مورد نظر توی یخچال. هر موقع که خواستم اون رو سرو میکنم. من تعداد بالایی درست کردم، اینو فقط میخواستم که تو تصویر به شما نشون بدم. دوستان گلم، امیدوارم شما هم درست کنین از این غذای خوشمزه. به این صورت امیدوارم شما هم درست کنین، ازش لذت ببرین. به خدای بزرگ میسپارمتون تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.